مهربان که باشی صبحت زیباست، آسمانت رنگ دیگری است، روزت رویایی است و دنیایت عاشقانه می شود. سلام، عصر روز یک شنبه‌تون به خیر و شادی. خوش اومدید به برنامه رنگ زندگی. امروز می خواهیم در رابطه با 5 تا موضوع متفاوت صحبت کنیم. پس مثل همیشه همراه همیشگی برنامه خودتون باشید. اصلی قرمز شدن چشمال در استخر چی میتونه باشه؟ مسئله ای که اکثر شناگران با اون مواجه هستن. باید بهتون بگم که علت واقعی قرمز شدن چشم شناگرها وجود ادرار در آب استخره. کارشناسان بهداشت بنیاد ملی استخرهای شنا در آمریکا اعلام کردن که علت اصلی قرمز شدن چشمال در استخر وجود ادراره. بیش از اینم آمار نشون داده که از هر 5 نفر یک نفر درون آب استخر ادرار میکنه و ادرار در مقادیر خیلی کم هم با کلور موجود در آب ترکیب میشه و تولید مواد شیمیایی میکنه که چشم شناگرها رو قرمز میکنه. رئیس برنامه سلامت شنا در آمریکا اعلام کرده که کلور و دیگر ضد عفونی کننده ها برای از بین بردن میکروب ها به آب استخر اضافه میشه، در صورتی که کلور با ادرار ترکیب میشه و تولید مواد محرکی میشه که چشم شناگرها رو قرمز میکنه. این محقق خاطر نشان کرده که بوی کلور در استخرها واقعا بوی کلور نیست، بلکه بوی ترکیب کلور با ادراره. از این رو توصیه شده از عینک‌های مخصوص شنا حتما استفاده بشه. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه می‌بینیم و برمیگردیم. بیماری‌های قلبی و عروقی یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سرتاسر جهان محسوب میشه و به همین خاطر 29 سپتامبر برابر با 7 مهر ماه به عنوان روز جهانی قلب نامگذاری شده به منظور گسترش آگاهی و روش‌های پیشگیری از این بیماری‌ها. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه 80% مرگ و میرها بر اساس بیماری‌های قلبی و عروقیه. همچنین مطالعات انجمن قلب آمریکا نشون داده که چند عادت به ظاهر بی‌خطر احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی رو افزایش میده. اولین اون نشستن طولانی مدته. نشستن طولانی مدت یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقیه. نشستن بیشتر از 5 ساعت پشت کامپیوتر یا فرمان اتومبیل به معنای زندگی بی‌تحرکه. ولی شما میتونید با 5 دقیقه پیاده روی اثر مخرب نشستن رو بعد از هر 45 دقیقه نشستن از بین ببرید. این 5 دقیقه پیاده روی به شما کمک میکنه که رگهاتون حالت انعطاف پذیری خودش رو کنترل کنه و همچنین به بهبود گردش خون در بدن کمک کردید. و اما عادت دوم، عدم توانایی کنترل خشمه. خشم همراه با استراب هم یکی از عوامل ابتلا به بیماری‌های قلبیه. خشم همراه با استرس باعث میشه که فشار خونتون بالا بره و ضربان قلبتون به هم بخوره. همچنین شما میتونید با چند نفس عمیق بعد از اینکه عصبانی میشید خشم خودتون رو کنترل کنید. این اولین قدم و مهمترین قدم در کنترل خشمه. اما عادت بعدی کمخوابیه. ضرر کمخوابی برای بدن به اندازه استرسه. کمخوابی باعث برهم زدن هورمون‌های کورتیزول و آدرنالین در بدن میشه و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در بدنه. اما عادت بعدی بدبینیه. بدبینی علاوه بر بیماری‌های قلبی و عروقی احتمال ابتلا به بیماری‌های مثل دیابت، فشار خون بالا و چیزهای دیگه‌ای رو میتونه برای شما به عمل بیاره. و اما عادت بعدی عدم مراجعه به پزشک و چکاپ دوره‌ایه. خیلی از بیماری‌های قلبی و عروقی در صورتی که به موقع به پزشک مراجعه بشن به راحتی قابل درمان هستن. جایی نرید، برمیگردیم. تولید کنندگان صابون‌های آنتی باکتریال ادعا می‌کنند که خاصیت قوی میکروب‌کشی این صابون‌ها به حدیه که می‌تونه سلامت شما رو تضمین کنه. اما گروهی از متخصصان و پژوهشگران هشدار دادن که شری که این صابون‌ها داره از خیرش بیشتره.
حتی گروهی از متخصصان اعلام کردند که این صابون‌ها به خاطر داشتن ماده‌ای به اسم تریکلوزان میتونه برای بدن شما خطرناک باشه. این صابون‌ها طوری طراحی شدن که تمامی باکتری‌ها رو نابود می‌کنن. اما باکتری‌ها برخلاف اسمشون چندان هم خطرناک نیستن. با از بین بردن تمامی باکتری‌های بدن میتونید سطح ایمنی کودکانتون رو پایین بیارید و خطر ابتلا به آلرژی رو بالا ببرید. چون این باکتری‌ها میتونن به بدن کمک بکنن تا در برابر بعضی از باکتری‌های مضر و بیماری‌زا از خودشون محافظت کنن. زمانی که شما دستتون رو با صابون‌های آنتی باکتریال می‌شورید، مثل این میمونه که حشره‌کش رو درون لیوان ریختید رو سر کشیدید. تعجب نکنید. این صابون‌ها دارای ماده‌ای به اسم تریکلوزان هستند و این ماده یکی از اصلی‌ترین ماده‌ای که در حشره‌کش‌ها استفاده میشه. و متخصصان هشدار دادن که این ماده به راحتی از طریق دست میتونه وارد بدن بشه و در بدن شما خونه بکنه. تبلیغات دروغ که ادعا میکنن با استفاده از مواد ضد عفونی کننده بیمار نمیشیم تنها جنبه تبلیغ رو دارن. واقعیت اینه که اکثر سرماخوردگی ها و آنفولانزا به خاطر ویروسه و ما نمیتونیم ویروس های موجود در طبیعت رو نابود کنیم و با استفاده مداوم از این مواد تنها آنتی باکتریال های طبیعی بدنمون رو نابود کردیم. جایی نرید، برمیگردیم. اما در این بخش میخوایم 3 تا اپلیکیشن گوشی بهتون معرفی کنیم. اولین اپلیکیشن یا همون برنامه تریویا کرکه، یک برنامه پرسش و پاسخ که به راحتی میتونه سطح معلومات علمی شما رو بالا ببره و دانسته هاتون رو به چالش بکشه. این برنامه شامل موضوعات متنوعی در زمینه جغرافیا، ورزش، هنر، تکنولوژی و موضوعات خیلی متفاوته. این برنامه مهیج و سرگرم کننده با دارا بودن بیش از 90,000 پرسش و پاسخ به راحتی میتونه سطح معلومات شما و دوستانتون رو به چالش بکشه. اما برنامه بعدی، این اپلیکیشن اسمش واتر ریمایندره و به شما کمک میکنه که آب بنوشید. عمل کرده این برنامه به این صورته که هر 1.5 ساعت به شما اعلام میکنه که وقت اینه که آب بنوشید. اگه از اون دسته آدم هایی هستید که به سختی آب مینوشید، این برنامه به شما کمک خیلی مهمی میکنه. و اما آخرین اپلیکیشن داپلیکیت فوتو کلینره. این برنامه به گوشی های آیفون کمک میکنه که سطح حافظه‌شون رو در سطح بالایی قرار بدن، مخصوصا برای گوشی هایی که 16 گیگی هستن. خیلی وقتا میشه که 10 تا عکس سلفی میگیرید و یه دونه‌شون به کار شما نمیاد، ولی یه وقتایی لازم دارید از گوشیتون استفاده کنید تا از یک مطلب مهمی عکس بگیرید. اون موقع است که گوشیتون بهتون اعلام میکنه که حافظه لازم رو ندارید. این برنامه به شما کمک میکنه که به راحتی عکس های مشابه به هم رو پیدا کنید و برای حذف اون تصمیم گیری کنید. پس اگر گوشی شما 16 گیگی، این برنامه به شما خیلی کمک میکنه. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم. همه ما فکر میکنیم خوردن میوه یعنی خرید میوه، شستن و پوست گرفتن اون. ولی به این سادگی که فکر میکنید نیست. خیلی مهمه که بدونید میوه رو چطور و چه موقع باید بخورید. خیلی وقتا با معده پر شروع میکنیم به میوه خوردن. این میشه که اسید معدمون زیاد میشه و معده درد میگیریم. هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته اگه شما میوه رو با معده خالی بخورید. زمانی که شما میای میوه رو با معده پر میخورید، نقش مهمی در مسموم کردن بدنتون دارید، چون مقدار انرژی زیادی وارد بدنتون کردین و بدن توانایی خودش رو برای انجام فعالیت‌های روزانه از دست میده. خیلی وقتا شنیدید افرادی که شکایت میکنن بعد از خوردن هندوانه بالا میارن یا بعد از خوردن موز سریعا باید به دستشویی برن. هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته اگر شما میوه رو با معده خالی بخورید.
همچنین تاسی مو، سفیدی، عصبانیت و گودی زیر چشم اتفاق نمیفته اگر شما میوه رو با معده خالی بخورید. همچنین دکتر هربرت شلتون گفته که این یک باور غلطه که بعضی از میوه ها مثل پرتقال، نارنج و لیمو اسیدی هستند. تمامی میوه ها در بدن قلیایی میشن و اگر شما یاد بگیرید که میوه رو چطور و چه موقع بخورید، به راز سلامت، شادابی، عمر طولانی و همچنین وزن طبیعی دست پیدا کردید. جای نرید، برمیگردیم. به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه رنگ زندگی رسیدیم. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید و براتون مفید واقع شده باشه. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. مثل همیشه ما منتظر انتقادات و پیشنهادات شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه دریملند هستیم. زندگی فرصتی برای دیدن، شنیدن، گفتن، انتخاب زشت یا زیبا بودن است. زیبا ببینید و زیبا زندگی کنید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.